خب دوستان عزیز میگه مردم رو مسخره نکن، چون یه روزی هم ممکنه خودت همون کارا رو انجام بدی دیگران تو رو مسخره کنن. ما این دوستانی که در حین رانندگی برنامه اجرا میکردن میگفتیم بابا نکنید، هم خطرناکه، هم تصادف میکنید، هم مردم بعضی وقتا گیج میشن این صحنه هایی رو که نشون میدید و اینها. حالا خودمون مجبور شدیم از بس دوستان لطف دارن، از آقا شاهین گرفته تا آقای اکبری تا دیگر دوستان، که آقا نیستی ما رو معتاد کردی و رفتی. گفتم که خب ما هم بالاخره مجبور شدیم بریم دنبال کار و زندگی. دیدیم هرچی نشستیم دوستان هیچ همتی نداشتن و گفتیم بابا ولمون کن، این همه سال گفتیم چی شد که حالا چی بشه. ولی واقعا بعضی وقتا آدم دلش میگیره که ما چه ملت مشنگی هستیم. مثلا طرف 94 سالشه، فوت میکنه، دوستش، فرزندش، هر کی این سه مرگ نابهنگام شما اصلا زندگی ما رو ریخت به هم. من نمیدونم مرگ به هنگام یعنی چی. یعنی اسرائیل نامه مینویسه برای شما مثلا 30 سالت که شد میگه من 22 سال دیگه میام جونتو میگیرم، یا هر کی میمیره پدر یه شغلی، ببخشید من عینکمو در بیارم اصلا یادم نبود، هر کی میمیره پدر یه علمیه، استاد یه علمیه، پدر کامپیوتر ایران مرد. اکبری این جن حاضر شد، اکبری به خاطر شما واقعا امروز نوشته بودی برای آقا شاهین که این سربی ما رو به خودش عادت داد و چقدر آدم های بدی بودیم. ما گنجشکار معتاد میکردیم آقا اکبری، خودمون که حالا سیگار میکشیدیم بچه دبستانی هیچ گنجشکای بیزبون رو میگرفتیم، همه دوربرش هم میگرفتیم که مجبور بشه فقط دود سیگار. اون وقت هر وقت ما از مدرسه میمدیم اینا زودتر از ما اونجا بودن. در هر صورت بله اعتیاد چیز بدیه. آره پدر استاد فلان مرد، حالا این خدا بیامرزه این فیروز نادری همشهری ما هم بود با این جراحیایی که رو صورتش کرده بود. اولا من مدت ها فکر میکردم این از من جوانتره، تا اینکه در برنامه همون نایاک که ایشون جزء هیئت امنا بود و بنده هیچ کاره بودم، بنده فقط آگهی اینا رو مای 150 دلار میدادن پخش میکردیم، که یه احمقی از کالیفرنیا منو تهدید کرده بود من دارم میام واشنگتن، حالا امیدوارم اومده باشه و چون کنش کرده باشن برای جان وی سیکس، آقای به نام دانیال امیدی. خلاصه آقای فیروز نادری من فکر کنم یکی از دلایلی که زود مرد این بود که فکر میکنم، مطمئن نیستم، اینشون یه مریضی داشت. مصاحبهاش و برنامه های قبلیش رو نگاه کنید، از این پاهای نازکش همیشه پاهاش کج میذاشت و اینا. این اگر هیچ مریضی نداشت من به شما قول میدم به خاطر این که چند سال آخر عمرش با ما ایرانی ها بیشتر عجین شده بود ما کشتیمش، دغمرگش کردیم سالهای سال، با وجودی که میدونی این از یه خانواده بروکن هاوس به قول معروف، مادرش جدا شده بود، پدرش جدا شده بود، پدرش این سوار هواپیما کرده بود، البته ایشون هم مثل دیگران میگم من با 2.75 دلار اومدم آمریکا، بعد 6 روز سوسیس خوردم و اینا، والله من نمیدونم، شاید هم از بس دروغ گفته و ناق گرفته بیچاره. یا خانم کریستن امانپور میگه من با 10 دلار اومدم، بعد همشون هم میگن ما رفتیم جای یکی دیگه درس خوندیم. خلاصه آقا روزگار غریبیه. این فیروز نادری اگر به قول شیرازی ها باکیش نبوده، مرضی نداشته، ما ایرانی ها کشتیمش. چون این چند سال آخر اومد میرفت سراغ نایاک یه سری بهش حمله میکردن، میرفت سراغ شازده یه سری دیگه حمله میکردن، آخر دغمرگ شد رفت. حالا یکی یکی همه اونم همینجوری دغمرگ میشیم، حالا یا میمیریم یا سقط میشیم میره. خیلی جلو خودتون بلند نشین برای خودتون، تازگی ها شنیدم میگن برای خودتون پپسی باز نکنین.
آقای رزجوی عزیزم اینجاست که ما فکر میکردیم شیرازی، گفت نه، مثل که پدر مادرش یکیشون شیرازی بودن، خودش تهرونیه. خلاصه این تهرونی و شیرازی بودن اینا، اندی شعر خیلی قشنگ خونده، گفت اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. اگه قرار درس وطن پرستی به ما یاد بدن، درس میهن پرستی، و الا همون من و آقای اکبری هم که دوتامون از شیراز هستیم، ایشون پادگان شماره 4 بوده، من یه خیابون و برتر هوا برد بودم، آخرش میرسیم به همین میگه حال تو کدوم کوچه بودی؟ نه نه نه، او کوچه حیدره، این کوچه نمیدونم فلان، باید چی میگفتن؟ لشکرکشی حیدر نعمتی یه هم چیزی. در هر صورت اگرم برسیم به یه درجه ای از انسانیت که دیگه اصلا برامون شیراز و تهران و ایران و مکزیک و آلمان مهم نیست. من بارها گفتم آقا شما تو خیابون یه بچه این میخوره زمین، وای میسی با فارسی باش صحبت میکنی؟ اگه فارسی جواب نداد بلندش نمیکنی از زمین؟ بعد حالا فارسی اگه حرف زد بلندش کردی، بعد بهش میگی شیرازی هستی کاکو؟ اگه گفت نه میندازیش دوباره زمین؟ بابا تو رو خدا بیاین آدم بشین. من خودم خیلی تلاش میکنم، خیلی از دوستام یاد گرفتم، از پتیک کمک به دیگران بخشندگی یاد گرفتم، از این آقای اکبری صبر و تحمل یاد گرفتم. واقعا چقدر صبر و تحمل داره این آقای فری رزجو، هم چیزای قشنگ می‌نویسه، از ایشون هم خیلی یاد گرفتم. اون روز یکی نوشته بود آقای سوربی بالاخره یه حرف راست زد، گفتم آقا آخه من نمیدونم، شما بیا حرفای دروغ منو بگو، بگو سوربی سال 2000 سال 1988 این دروغو گفته، حقیقتش اینه. واقعا کی میخوایم آدم بشیم؟ ببخشید من اگه چشمم به دوربین نیست، به چراغ خطر و این چیزا هست دیگه، ببخشید. الان از سر کار اومدم، دستام هم کثیفه، اینجایی که کار میکنم به طرف گفتم آقا فردا هند کلینر بخرین، یه روغنای هست تو ایران بیچارا وقتی مکانیک میکردن با بنزین و نفت و گازوئیل میشستن که همش هم ضرر داشت، حالا اینجا یه چیزایی هست یکم هم شن بهش زدن میمالی، همچی خوشبو هم هست که هر کی ندونه فکر کنه شما عطر زدید. در هر صورت ما گفتیم بیایم یه سلامی بکنیم، اگه بشه ویکند تا ویکند آخر هفته ووخنده، چی میگفتیم آقای اکبری؟ ویکند آخر هفته یه برنامه بذاریم، چون شما فکر نکنید شما معتاد هستین، شما حالا یکیتون 2 سال منو میشناسین، یکیتون 4 سال منو میشناسین، یکیتون 20 سال منو میشناسین، ما 25 سال معتاد هستیم، یعنی شما مثل وافور ما هستین، ولی ما که تریاکی هستیم 25 سال تریاک میکشیم، حالا این وافور نشد میریم یه وافور دیگه، البته وقتی میگیریم دستمون میگیم بابا اون وافور شاه عباسی بود، عجب وافوری بود، نمیدونم شهرها وافورشون کدوم خوبه. من هیچ وقت نه تریاک دود کردم، یه دفعه اینم با آقای شهاب خلیلی بچه بودیم رفتیم برای باباش و عموی من تریاک بیاریم از خونهشون پشت بیبی دخترون، آقا این تریاک این مثل که عادت داشت میزد به زبونش، گفت میخوای؟ گفتم نه، گفت بزن ببین چی میشی. آقا ما زدیم به زبون، اینو شاید هم قبلا شنیدین، عین زهر مار، حالا طرف میگه مگه تو زهر مار خوردی؟ نه دیگه، از مثالا یاد گرفتیم، عین زهر مار تلخ بود و هرچی فوش بلد بودم اون زمان، خونمون اون موقع روبرو دانشسرا بود آقای اکبری، هیچ وقت دانشسرای کشاورزی نزدیکای آسونو و فلکه خاتون رفته بودی؟ ازشون چغندر دوزیده بودی؟ اون بیچاره ها میکاشتن نمره میگرفتن، ما میرفتیم میدوزیدیم این چغندر ها رو میخوردیم، همونجا میپختیم، بعدم میگفتیم به به چقدر شیرینه، عجب آدم های الاغی بودیم، چقدر خر بودیم، الاغ بودیم، تا بزرگ شدیم حالا فکر میکنیم آدم شدیم، هنوزم جای سؤاله. خب من باید یه خط عوض کنم، کسی نزنه به هم. گاهی وقتی میبینم آتیلا برنامه‌های زنده میذاره، اتفاقا من رفته بودم کل، یه شب کل بودم، اون آقای راستگو رو دیدم، بعد فرداش تو شهر بودم، رفتم اون چیزه رو هم دیدم،
کلیسای مثل که دوم بهش میگن. در هر صورت دوستان عزیز، آتیلا اینجان، به خدا آتیلا به جون بچه هم ندیده بودم که اینجا هستی، همین جوری گفتم چون چشام هم درست نمیبینه، یا باید عینک بزنم یا باید نزدیکتر باشم. در هر صورت دم همتون گرم، شما هم همین کار بکنه. آتیلا دیدم 80 کیلومتر 90 کیلومتر داره رانندگی میکنه، بعد روشن میکنه. البته خب باید یه چیزای مخصوص داشته باشه که جاده رو درست نشون بده. ببینید من اگه جاده رو بخوام نشون بدم بزنم رو این، ببینید چه فاجعه‌ای میشه. بیا کونه اون ماشین روبرویی رو نشون میده و این داشبورد و اینا رو نشون میده. باید چیزای مخصوص بخریم که ما هم به سرخاله آقام دانشگاه دانشسرای کشاورزی میرم. آقا روبرو دانشسرای کشاورزی اگه اشتباه نکنم باغچه سید عیسی بهش میگفتن، این زمین رو خریده بودن و اونجا اینا کشاورزی میکردن اینا، بعد خونه ما پیاده میزدیم. آره اون وقتا به نظر اومد خیلی راهه. داداش من اومدم میخندید، میگفت رفتم دیدم آقا اصلا نزدیک، ما چنقدر آه و ناله میکردیم که از این صحرا میخوایم رد بشیم، از بس سگ میمد میگرفتمون. سگا از ما گشنه تر میمدن میدویدن دنبال اون پاچمونو میگرفتن. با دو چرخه بودیم، پاچمونو میگرفت، شلوارمون پاره میشد، پامونم میرفت لای زنجیر چرخ و اینا. چه مکافات ها کشیدیم. حالا که اومدیم آمریکا یا آلمان راحت هستیم، حالا خودمون چرم داریم، خودمون میافتیم به جون هم دیگه. او یکی میاد انگوش کنه اون میکنه، او یکی میاد با نمیدونم میله پرچم تو سر اون میزنه. ای خاک بر سرمون. یعنی ببخشید این رضا پهلوی، میدونید من دل خوشی ازش ندارم، ولی باید خیلی اولاغ باشه که بیاد بگی من میخوام برم ایران. البته از بس آدم مادر قهوه‌ایه و به شهامت میگم مادر قهوه، قهوه با هجیمیه، با قاف هجیمی، چون این مادرش قهوه است دیگه. کسی که خونه شوهر باشه بره معشوقش رو بیاره برایش جا درست کنه، کسی که چندین دوست داشته باشه و نمیدونم پاشا ماشا پاشا فلا اینا، خب یه دیگه قهوه همینه. هیچ ترسی هم ندارم از هر کی، همین نزدیک اگه میخواد بیاد به اصطلاح میگفت جون خدا میگیره، خایه رو طلبکار. اگه ایشون فکر میکنه طلبی داره بیاد بگیره. در صورت دوستان ببخشید یکم من بی تربیتی میکنم، هممون بی تربیتیم، فقط چوسی میایم وقتی به این و اون میرسیم درود ورود، وقتی میریم اون پشت یک فوشایی به همدیگه میدیم که نگو و نپرس. مخصوصا خانما بدتر، هرچی نوشتین. آها فری میگه به نظرم میگه، آها ببخشید، میگه من پدرم شیرازی بود و در پادگان زرهی شیراز خدمت میکردم، اما همه جای ایران سرای من است. دمت گرم، از راه دور میبوسمتون، دستتون رو میفشارم. آقای موحد چند مدت پیش دیدم و دیگه به رسم کشتیگیری خواستم دستشو ببوسم یا ماچ کنم. ببین تا میخوام یه کمی قاشق چنگالی حرف بزنم اما نمیتونم، اومدم دستشو ماچ کنم، گرفت شونم و صورتم و اینها رو ماچ کرد و نشستیم یه نیم ساعتی صحبت کردیم و اینها. ماشاءالله هنوز چیزه، ولی نشون داد به من گاهی سوربی نگاه کن، اینجا استخون قفسه سینه من شکسته بود، دوره شاه اینا من ممنوع خروج کردن، نگذاشتن من بیام خارج اینو جراحی کنم. آقای موحد، عبدالله موحد، هر جا هستی سلامت باشی. و خودشم با افتخار گفت اینجا کارگری میکرد، پمپ بنزین داشت، همه رانند تاکسی های فرودگاه میرفتن پهلو موحد، چون میگفتن آدم با انصافیه. دوستان عزیز، حالا دیگه اگه صدا بد بود و اینا باورتون نمیشه، این گوشی تو گوشم بود افتاد، حالا دیگه تصادف نکنیم. یه گوشی $5 خریدیم، $5 دخترم به هم داد کار نکردیم باهاش و اینا، حالا یه گوشی $13 فکر کنم، یکیش میشه $5 $6. این همچین که اومدم این دکمه رو زدم که شروع کنم که صدا بهتره، گفت لو بدری، یعنی باتریش کمه. گفتم خب اینم مثل خودمونه دیگه، آخرای عمرش. در صورت دوستان مواظب خودتون باشید، قدر همدیگر بدونید. خدا وکیلی اگر شما هم مثل من ایران برو نیستید،
دروغ نگید، نگید من جانم فدای ایران. والا بلا حاضر نیستیم 20 دلار خرج ایران کنیم، 20 دلار خرج ایرانی کنیم، ولی جانم فدای ایران. نمیدونم فردوسی گفت کنام پلنگان و شیران شود از آن به که من این مزخرف ها رو بریز دور. خود فردوسی هم الان مشهدی هم بوده، اون بنده خدا هم حتما یه وافوری مافوری میکشیده، بعدم یه مشت شعری از این بر اون بر جمع کرد بخون. به دنبال پول، به دنبال پول. ایلا این شعر و فردوسی زنده کرد یعنی چی؟ یعنی من آقای اکبری پدرامون تو شیراز عربی داشتن حرف میزدن، بعد یه دفعه یه نسخه فردوسی فرستاد شاهنامه، بلد نبودیم که ما بخونیم که، آقا نمیخونه. حالا دیدم آقای اردمان مفید اومده، یا این مرداد پارسی مال تلویزیون پارس، یه دفعه من اینو دیدم، یک آدم گوی، یک آدم بی‌تربیتی بود که دومیش پیدا نمیشد. آبرو همه خرم آبادی ها رو برده بود. خرم آبادی ها، من خرم آباد خدمت کردم، تیپ 77 سرنگ آذری اونجا خدمت کردم، میمدیم تو شهر همه با معرفت لورم. این مرده که مثل که گوه، یعنی بوگندش از دور معلوم بود. حالا مرده، دخترش که چه شعرهایی، شعرهایی که باباش پای منقل خونده و پای بافور نمیدونم نشسته خونده. بعد آقای اردوان مفید اومده میگه این مرداد پارسی هر وقت منو میدید میگه شما فقط شاهنامه بخون. آوی که رستم بود نمیدونم فلان. آقا که رستم همان بود که بچه خودش کشت. کسی که بچه خودش نشناسه، کسی که ندونه بچهش کجا بزرگ شده چی شده، ولمون کنین. حالا فکر کنین مثلا این انگلیسی ها، من رفتم انگلستان، اتفاقا یکی از چیزایی که نوشتم دفعه بعد برم اینه که برم تو اون کافه که شکسپیر نشسته بود و این چیزای مزخرفا رو نوشته، منم برم ببینم چه حال و هوایی داره. پاپ بهش میگم با کشتی بودم من رو دریا، گفتن آقا اینجا شکسپیر اومده، یا شکسپیر بازیا میگم. فکر کنید یه انگلیسی بیاد توی مراسم مثلا دفن فلانی مال شکسپیر وایس بگه آوی که نمیدونم توی این نمایش اون فلان کرد و چنان. آقا نکنید، والا نکنید. حالا که خانمان برای که عقب نیفتن بتونن این ور و برن پول در بیارن، اونا هم نقال شدن. البته اگر زبان فارسی و عربی رو رعایت کنیم، مردان نقالن، اون خانما میشن نقاله. نقاله یادتون هست چیه؟ گونیای یه چیز 90 درجه ای بود، نقاله یه چیز 180 درجه ای بود که شما زاویه ها رو تعیین کردید. در اصل دوستان این برنامه رو بعدا روی یوتیوب هم میذارم اگه بشه امروز، اگه اشتباه نکنم. اولا امروز جون 19ه، بهش میگن جون تین، در آمریکا فدرال هالیدی هست. ما صبح، من 45 دقیقه طول میکشه برسم سر کار، رفتم دیدم 25 دقیقه رسیدم، بگم خدای چه خبره. بعد رادیو نشستم زود بود دیگه، گوش دادم گفت امروز فدرال هالیدی. گفتم حالا میگی فدرال هالیدی یعنی 50 تا ایالت باید تعطیل کنن، قانون گردن کلفت. خلاصه جون تین روزیه که آخرین، اگه اشتباه نکنم درست تعریف کنم، روزیه که آخرین برده آمریکا به اصطلاح دیگه آزاد شد و اون کاغذ آزادیش به سند ازدواج هست میدن بهش دادن. در صورتی الان چند ساله توی آمریکا هم جشن میگیرن، پرید میذارن. و دیروزم اینجا روز پدر بود که همین اخبار داشت میگفت چندین نفر تو مهمونی های روز پدر با اسلحه چیز کردن و کشته شدن، افتادن به جون هم و کشته شدن. دوستان تو آمریکا شروع کردن، الان نمیدونم این میدون پشت سر منو ببینین یا نه، تازه اینا دوزاریشون افتاده که چهارمارها رو بردارن و میدون بسازن، چون میدونا دیگه تو وای نمیستی. من برای پسره با دوچرخه بوق زدم که بیاد بره، آقا اینجا مثل گاون. من پسرم کلاس اول بود تو آلمان، یادش داده بودن به خط عابر پیاده که رسیدید دستتون اینجوری کنید، خب دیگه اینم
آقا 100% خودش ایرانی کرم میریم. میمد در خونم و خط آبر پیاده بود اینجوری میکرد، ماشین ها که باید افتادن از اون بری میرن. در هر صورت تو آمریکا این کارا رو نکنید، اصلا حواسشون نیست به آبر پیاده، میزنن داغونتون میکنن. خلاصه اینجا چون رعایت میکنن برای ماشین جلویی چراغ زدم که بابا وایس، و به این پسرم بوق زدم که بیا برو. اصلا اینایی که بچه دارن نوه دارن تو رو خدا رعایت کنید، روزی چند تا تصادف دوچرخه و این یکی دیگه اسکیه اسکودره چیه با این ماشینا میشه تو واشنگتن که دیگه عاجز شده راننده ها. خب از همتون ممنون و متشکرم. همین چند نفر پنج نفرم بسته، حالا بعد که میذاریمش روی یوتیوب خودمونو میکشیم به 300 نفر میرسه، ولی طرف میاد وای میسه نمیدونم چی میگه این آقای امید دانا و فلان، نقل 20,000 تا و 30,000 تا از ایران هم اون آقای آقا امیریه که آخوندی که دوازش کردن از تنش بیرون در افتاده با این، اینا فوش از این ور اون از اون ور اون از اون ور میگه این از آخوند پول میگیره، این از اون ور میگه آخوندا نمیدونم تو حوزه ادیه قم سوار هم دیگه میشدن و بچه باز هستن و فلان و بیسار. خلاصه روزگار غریبی، ولی به قول آمریکایی‌ها دیدیز با دیدیز، همینه که هست، هیچ کارش هم نمیشه بکنی. این برنامه این خانومه توی بارون داره میدوه یکم بارون بره. دوستان اجازه بدید از یکایکتون تشکر کنم، خداحافظی کنم، به امید این که بتونم برنامه ها رو مرتب با تون باشم. مرسی که به فکر من بودید، مرسی که تماس گرفتید نوشتید و همین میگه از دوست هر چه رسد نیکوست. روز و روزگار بر شما خوش. خاموش کنم بلد نیستم.